سلام، خوش اومدید به کانال من با قسمت دوم بیفه بین هیچکس و پیشرو. در خدمتتون هستم. اگه قسمت اولش رو ندیدید، لینکش بالای صفحه هستش. قسمت اولش رو ببینید و اینم ادامه قسمت اول. پیشرو تو اولین قدم 5 بهمن 1389 آهنگی به اسم بولزر منتشر کرد. بولزر اگرچه یکی از کمتر شنیده شده های پیشروه، اما در عین حال یکی از مهمترین کارهای کارنامه پیشرو محسوب میشه. ترک بولزر هرچند با میکس و مستر بسیار ضعیفی پخش شد، اما استایل پیشرو تو این آهنگ فوق العاده بود و نشونه های فوق العاده ای تو خودش داشت. اولش اینکه پیشرو خودش کارو ساخته بود تا بگه بدون بقیه هم میتونه به کارش ادامه بده، و دومیش اینکه متن آهنگ برای اولین بار فاش کرد که هدف سروش از رفتن نه تور انجام وظیفه، بلکه رفتنش به خارج از ایران هم موندگار شدن. پیشرو همچنین تو این موزیک به جواب ندادن هیچ کس به پیاموش تو مالزی اشاره میکنه. البته پیشرو بقیه تیم جدید هیچ کس هم راحت نذاشته و به ریویل و واف هم تیکای سنگینی انداخت. اما یکی دیگه از قسمت‌های جالب این ترک بک وکال پیشرو پشت وکال اصلیشه که تقریبا یک دقیقه تو پشت موزیک ادامه داره و به نظر در حال جر و بحث با کسیه. این ما رو یاد همین داستان تو بک وکال ترک بازم کلام میندازه. سروش به این موزیک واکنشی نشون نمیده، فقط تو بهمن 1389 ویدیو ازش تو ترکیه منتشر میشه که نشون میده قصدش برای پناهنده شدن جدیه. حالا دوربین ردیف شد میره عشق بکنه. الان هم که ببینین ترکیه این، البته شما نمیبینیم باز ما ترکیه این، ولی ما ترکیه این، یعنی ما داریم بهتون میگیم که ما ترکیه این. دویه منتظریم ویزا میزا و این چیزا ردیف بشه که بتونیم تور انجام وزیفه رو بذاریم. فعلاً که ردیف نشده، کلن دنیا با ما مشکل داره، ما هم با دنیا مشکل داره. اگه ردیف بشه که دیگه به اجراهای انجام وظیفه رو میذاریم، بعدش پولا به خود برمیگردیم، بعدش پولا به خود برمیگردیم، بعدش پولا به خود برمیگردیم، برمیگردیم. اگرم ردیف نشه که برمیگردیم. سیام مرداد ماه 1390 ما پیشرو دوباره و خیلی زود موضوع اختلافش با هیچکس رو مطرح میکنه. پیشرو ترک رهبر رپ فارس رو منتشر میکنه که با کنایه به لقب هیچکس، یعنی پدر رپ فارس، اشاره به لیدر بودن خودش میکنه. ضمناً بازم توی پخش آهنگ تاکید بر آهنگسازی پیشرو. قسمت مهمی این آهنگ هم با پخش اوترو تیکه سنگین پیشرو به هیچکسه که با اشاره به خارج شدنش از سامد یکی دیگه از پرده‌های دلایل اختلافش با هیچکس رو رو میکنه. گفتم من جنگجو میخونم تا تو بشی خارج از خوابت، مثل وقتی که ریدم خیلی ها شدم خارج از سامت. من رهبر رپ فارسی هم یه قول کاملا با حس. خیلی ها خارجن و هنوز رفیق ما هن، خیلی ها میگن هنوز رفیق ما هن ولی خارجن. خارج باشین، خوشحال باشین. داستان خارج شدن پیشرو از سامت و کلا فروپاشی سامت تا و الان به طور دقیق مشخص نشد، اما هرچی که بوده به ارتباطات جدید هیچکس با اعضای گروه جدیدش، یعنی مرتبط بوده. اما شاید همه این اختلافات و تیکای پنهانی تو آهنگا اگه با کاری که هیچ کس انجام داد همراه نمیشد اینقدر شدت نمیگرفت. زدبازی که از نخستین روزهای سال 1390 شروع به تبلیغ پخش آلبوم جدیدش کرده بود و دو سینگل این آلبوم هم بیرون داده بود، یک بار و زودتر از موعد 15 دی ماه 1390 آلبوم رو منتشر میکنه که از همون دقایق اول تمام حاشیه‌ها متمرکز میشه به یک ترک، چرا بدی. این ترک که حاصل همکاری هیچکس و زدبازی بود، به نوعی و حداقل قسمت‌های مربوط به زدبازیش مرتبط و ایهامدار بود نسبت به رضا پیش رو. رضا که حالا مطمئن شده بود درگیر دو بیف با دو قطب بزرگ رپ فارسی شده، خیلی سریع به دیس زدبازی واکنش نشون میده و دیسبک چاقالنامه رو منتشر میکنه. اما همچنان از اینکه هیچکس از داستان دیس با خبر بوده مطمئن نبود و حتی در اوترو آهنگ چاقالنامه شایان آسفالت به این قضیه اشاره میکنه. همون فرق وسط بالا کلت رو میگم باز کنه گاسیش، همون که با تو خونده سروش به خودش میگم بزندتون که بفهمی چند چندیم بلاتی نمون که دوباره واسه همین جک جنده بازم. بعد از این داستان اولین واکنش هیچکس همچنین آخرین واکنشش توی موزیک به پیشرو رقم می‌خوره. 13 بهمن ماه 1390 و درست همزمان با روز تولد رضا پیشرو هیچکس آهنگی میده بیرون به اسم اون مثل داداشم بود. اون مثل داداشم بود، یعنی
اگه نگرانی داشت یا کم بود، ناهمواری داشت راش یا کج بود، گذر ماها سخت بود و ناراحت بود، یکی کنارش تا آخر بود، حتی اگه باز باهاش قر بود، دغدغش دغدغم بود، خندش قهقهم بود. تقریبا میشه گفت همه طرفدارای رپ فارسی این آهنگ رو شنیدن. لحن هیچکس و کلمات و ادبیات این آهنگ کاملا متفاوت با دیسترایک و با یه نگاه پدرانه هیچکس به بیان داستان اختلافش با پیشرو میپردازه. در ضمن تو بخشی از آهنگ سروش عنوان میکنه که این که به رضا گفته باید صبر کنه، دلیل اصلی این بوده که پیشرو فکر میکرده در حال دور خوردن بوده. وقتی گفتم بکنه صبر، شاید فکر کرده حاجیتون رو بکنه دک. در طول آهنگ سروش به تشریح رفاقت خودش با رضا میپردازه و اشاره میکنه به کارهایی که برای رضا کرده. ببین به مولا اگه خطر تهدید میکردی شبلی کاری که باس میکردی، یه زنگ به مسری بزن چند دقیقه بعد تو راه بودیم، ما بعد علکی نمیدیم خلافی دست بغلی و ما بقیه داستانو هم که همه بلدیم. هیچکس به نوعی اشاره میکنه که دیگه ارتباطی با رضا نداره و براش آرزوی موفقیت میکنه. من که دیگه انتظاری ندارم ازش جز یکی که پیشرفت بکنه و من پوز بده. و مهدیارم با زیرکی تو انتهای آهنگ دوبار کلمه بود از قسمت اون مثل داداشم بود رو تکرار میکنه، به این معنی که دیگه نیست. واکنش پیشرو اما انقدر لطیف نبود و تقریبا میشه گفت از سمت پیشرو یه دیسبک بود. رضا که حالا دیگه به خاطر مشتوندنای رفقای مشترکش رو فکر می‌کرد 100 درصد هیچکس هم اونو دیس کرده، تاریخ 13 فروردین 1391 آهنگی به اسم لوبیای سهرامیز منتشر می‌کنه که به نوعی احساسی ترین دیسترک تاریخ رپ فارس هستش. بشری من ساکتم و هیچی نمیگم. بشری مردم خرن. دیگه راست میگفت. اینکه بهترین دوستتو تبدیل به بدترین دشمنت می‌کنه. رضا در این ترک کاورش هم کم از معنی نداره، خیلی از حرف و لطفای هیچکس رو تایید میکنه، اما اشاره مستقیم میکنه به دروغ بودن و شخصیت اصلی سروش. لوبیای سهرامیز همچنین آغاز جنجال پیشرو خیلی هایی شد که تو این دعوا سمت هیچ کسی ایستادن. چند وقت بعد با ادامه دار شدن حاشیه این دعوا پیشرو این ویدیو رو شهریور 1391 منتشر. سلام میکنم به همه دوستانی که دارن این فیلم رو میبینن. چند تا فیلم گرفتیم پاک کردیم به خاطر اینکه میخواستیم کاملا جریان شفاف سازی کنیم. جریان این حواشی اخیره که بین من و هیچ کس پیش اومده، من و زبازی، خواستم بگم که شبی که آلبوم زدبازی اومد بیرون 600-700 تا مسیج به من اومد که گفتن که زدبازی با هیچ کس تو رو دیس کرده. خب جریان اینطوری نیست، چون من دیشب با سروش توی فیسبوک صحبت کردم، با حسین تویی صحبت کردم توی اسکایپ که حسین بهم گفت، یعنی از قبل ترش هم بهم گفته بود که سروش از وقتی اومد لندن اون آهنگ و شعرش نوشته بود و اصلا قصد دیست من رو نداشت، همونطور که هیچ کس توی فن پیجش اعلام کرده که این آهنگ دیست به هیچ کی نیست، نه من، هیچ کی. و تمام دوستی و دشمنی های من و سروش، یعنی تمام اون مسائلی که بینمون بوده، یعنی چرت و پرت زیاد میگن این اون این آهنگ اون مثل داشتم بود، آهنگی که من این اواخر دارم، لوبیای سهرامیز، کاملا مثل دوتا دوستی که رابطهشون تموم میشه همه چی عنوان شد توش. از نکات قابل توجه این ویدیو پیشبینی اختلاف سروش و زدبازی تو آینده توسط رضا بود، اتفاقی که در نهایت هم امسال به وقوع پیوست. اما در مورد مسائل زدبازی به نظر من از این آهنگ، یعنی از دوستیش با سروش، سوء استفاده کرده بر علیه من. البته این نظر من، خیلی هم به مسیج دارم توی فیسبوک 600-700 تا مسیج فقط شب اول اومد که به نظر من زدبازی کار زشتی کرده و تو اون این کارش هم پس میده که از این حرکت سوء استفاده کرده که بیاد مسائل و دشمنان دیرینه رو توی این آهنگ عنوان کنه. خب قلم براش میچرخه و اینم بگم که بین من و سروش مشکلی نیست، همونطور که بین اون صحبت های انجام شد دوستی هم نیست. امیدوارم که موفق باشه، همه موفق باشن. بعد از پخش این ویدیو تا مدتی خبری از فعالیت رضا مثل سابق نبود و حاشیه‌های متعددی هم تو زندگی شخص پیشرو اتفاق افتاد. در طرف دیگه هم سروش که تو لندن مشغول تحصیل و کار شده بود، از فضای رپ فاصله گرفته بود تا جایی که تقریبا سالی یک ترک هم به زور منتشر می‌کرد. 13 بهمن ماه یا 2 فوریه سال 1392 که باز هم مصادف با روز تولد رضا بود، آهنگی منتشر شد به اسم مغزرپ. این آهنگ و تیکای متعدد توش نشون داد که پرونده سروش و رضا هنوز بسته نشده و این بار رضا علاوه بر تیکایی به سروش، به بقیه دور و بریای سروش هم تیکه میندازه. این آهنگ با تیکای به قاف شروع میشه و داستان قاف و جیدال تو میتاس
سیاسی از سایه پولیس فاک به پولیس یادت میومدی محل ما پاچه خوری یا کلی داتی آره بام پیچی باسی اگه تو تاکتیکی داشتی از ما بود اخلاقای رمزالود با توقت مخروبت با روش رفیقا ما داشتی شماها غریب کشین بچه رو بنداز دمی پوری دوربین و درار پشت بده خودت تهدید کنیش پخش میشه امشب از فیسبوک اما دیگه بس. بعد به سراغ بهرام میره که شایعه‌ای از حضورش تو مجاز شنیده میشد. میرم سراغ نفر بعدی دون که به ما میگفت خطر مرگی روزم و عکس شست و بچن صد بیرون همه میگفتن قبلا چه مردی بود. فرار بزرگ قهرمان پر سر صدای نترس بچه ها فرار بزرگ مغز متفکر رفت پاس هم مرد و بعد هم به سراغ سروش و فدایی میره. ما جلان توی استدیو عبی رودیم تو لندن جاتونم خیلی خالیه چیلی خالیه اون گستای منو بده دسته او قابلیتی نکن باسته بریم. این آهنگ حاشیه فراوونی داشت اما سروش از اینجا بعد سعی کرد خودش رو از این داستان کنار بکشه و بقیه ماجرا رو محول کنه به تیمش. در کل هیچکس به جز آهنگ اون مثل داداشم بود جواب موزیکی به این بیف نداشت اما رضا تقریبا مدت 4 سال تو اغلب آهنگای سروش از سیکاش بی‌نصیب نمی‌ذاشت. آخرین اتفاق موزیکی تو این بینم بازم آهنگی از رضا پیشرو بود به اسم رپر قدیمی که در تاریخ 1 فروردین 1393 منتشر شد. تو بمونم علی بگو مملی من دنبال جنسای مرغوبم از مامانم دنبال اجرای دستورم بگو عملی من پسر گوگوشم علنی هنوزم خط میگیرم از اون پدر لندنی میگه بندری به خون میگم چش میگم چش مدل لشکری به خون میگم چش میرم پش آفرین جایی زد یه شیرم بس که بهت میدم من داخل من نلو نگرون فلدینم. در ادامه اما این داستان از سمت دو طرف کمتر پیگیری شد و خیلی زود پیشرو بازم درگیر حاشیه‌های زندگی شخصی شد. با دستگیری رضا برای بار چندم این بار به تصمیم میگیره که بعد از مرخصی از مرز ترکیه از ایران فرار کنه و در ترکیه پناهنده بشه. این اتفاق واکنش‌های متعددی تو رپ فارس به همراه داشت و حمایت اغلب رپرها از پیشرو رو به همراه داشت. در ترکیه بود که سروش بعد از نزدیک به 8 سال رضا رو ملاقات میکنه و این جنجال به پایان میرسه. هرچند رابطه رضا و سروش هرگز مثل سابق نشده و نخواهد شد اما احترامی که بینشون بوده تا حدود زیادی برگشته تا جایی که تنها اکانتی که پیشرو تو توییترش فالو میکنه اکانت هیچکس هستش. اینکه رابطه این دو در آینده چجور میشه و آیا باز هم با هم دیگه کاری میدن برای همه سواله. منتها داستان دوستی و بیف بین این دوتا قطعا یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ رپ فارسی بوده و خواهد بود. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید ازتون ممنونم. لطفاً اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، کامنت بذارید، تو کانال سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.